این هفته بات‌ها، پرش‌ها و بازگشت گوپرو. بی‌رحمانه است. Donald Trump's ideas aren't just different. They are just a series of bizarre rants. آزاردهنده. She's been taking plenty of money out for herself. این رویداد گرونترین نبرد در همه تاریخ. In Donald Trump's America, people are put back to work. We need a better visa system. Let's remember what happened on 9/11. These were not refugees. تا حالا چندین مناظره انتخاباتی بین نامزدهای احزاب اصلی آمریکا برگزار شده و رای دهنده تقریبا دیگه میدونن که بر پایه چه وعده وعیدهایی بایستی آراشون رو به صندوقهای رای بریزن. توی همین چند مناظره این نامزدها تونستن که سوتیهای قدیمی رقبای خودشون رو بیارن وسط و بریزن رو دایره، که البته قابل پیش بینی هم بود. همین چند وقت پیش ته نبرد اینترنتی نامزدهای ریاست جمهوری این بود که از یوتیوب استفاده کنن تا راهشون به خونه مردم باز بشه، اما حالا فیسبوک و توییتر آوردگاه اصلی جنگ‌های آنلاینه. البته می‌دونید که این اتفاقات منحصر به آمریکا نیستند. بعضی از بسترها و پلتفرم‌های عمده دسترسی به رای دهندگان رو کنترل می‌کنن. شما احزابی رو دارین که می‌خوان پیام سیاسیشون رو ارائه بدن و این کار براشون خرج داره. قبلا بهش می‌گفتن خرید آگهی و اگه این کارو نمی‌کردن پیامشون به رای دهنده نمی‌رسید. اینجا بود که فیسبوک ما رو گیر انداخت. در انتخابات قبل حزب محافظه‌کار از این لحاظ گویی سبقت رو از همه روبوده بود، ولی فکر کنم حزبای دیگه هم تا انتخابات سراسری بعدی با این موضوع کنار بیان. ولی رسانه‌های اجتماعی فقط به درد تبلیغات پولی نمی‌خورن. سیاستمدارها میتونن به سوی رای دهنده‌ها جلب بشن تا پیام‌هاشون فراگیر بشه. گروه‌های حامی میتونن دور هم جمع بشن و این باعث میشه تا پیام یک نامزد انتخابات گوش عالم و آدم رو کر کنه. ما حتی میتونیم بر پایه تعداد باز توییت شدن یک پیام به میزان اهمیتش پی ببریم و قضاوت کنیم. اینجاست که این موضوع که همه کاربران توییتر واقعی هستند یا نه مهم میشه. دنبال کنندگان جعلی هستند که به دست کمپین‌ها و کارزارهای انتخاباتی هدایت میشن تا باعث بزرگنمایی بعضی از موضوعات بشن. افراد خاصی رو دنبال کنن و برخی دیگر رو هدف بگیرند. اینها توییتر بات‌های سیاسی هستند. این بات‌ها پیام‌ها رو می‌گیرن و یک ساعت بعد تکرارش می‌کنن. شاید دو یا سه ساعت بعد اون رو به دنبال کننده‌ها یا فالوورهای خودشون می‌فرستن. 10-20 هزار بار بیشتر از اونی که سیاستمدارا با فهرست خودشون می‌تونن بهش برسن. فیل هوارد پروفسور علوم سیاسی در مؤسسه اینترنت آکسفورد، جایی که پژوهشش ثابت کرده که کارزارهای سیاسی دارن به طور مداوم از این طور بات‌ها استفاده می‌کنند. مثلا منحرف کردن سخنان دونالد ترامپ راجع به آمریکایی‌های مکزیکی تبار. They're bringing drugs, they're bringing crime, they're rapists. او ادعا کرد که آمریکایی‌های مکزیکی تبار ازش پشتیبانی می‌کنن و بهش رأی میدن. و بعد به فاصله کوتاهی بعد از این ادعا سر و کله یه دسته بات توییتری لاتین پیدا شد. شناسه‌هایی با اسامی لاتین که شهروند ایالات متحده اند و از توییتر برای پشتیبانی از ترامپ استفاده می‌کردند. اما یکم پژوهش نشون داد که همه اینها کاربرایی هستند که تازه عضو توییتر شدن. در واقع اصلاً کاربر نبودند و بات بودند که هی یه چیز رو توییت می‌کردند. دقیقاً فقط یه چیز و به فاصله چند ثانیه از هم. پس اون میتونست بگه که مکزیکی تبارها به من رأی میدن و به یک گروه اشاره کنه که در حقیقت شبهی از یک گروه بود. در حین انتخابات برای رسانه‌ها و چیزهایی که میتونن گزارش کنن قوانین سختگیرانه‌ای وجود داره. اما سوال اینجاست که آیا چنین قوانینی برای شبکه‌های اجتماعی مثل توییتر هم هست؟ به نظر من نظارت سیاست‌های عمومی در شبکه‌های اجتماعی باید بیشتر باشه، به خصوص روی رسانه‌های اجتماعی در زمان انتخابات. درباره انتخابات ایالات متحده، کمیسیون انتخابات فدرال تصمیم گرفته که ارتباطات الکترونیکی جزء چیزایی نباشه که مدیریت می‌کنه. و اشکال کار همینجاست.
بیشتر بات‌ها شکل و شمایل و خصوصیات خاصی دارند. مثلا تعداد کسانی که دنبال می‌کنند بیشتر از تعداد کسانی که خودشون رو دنبال کردند. معمولاً عکس پروفایلشون یا خالیه یا یه نام و عکس پرت و پلاست و به شیوهی غیر انسانی توییت می‌کنند. بات‌های کیفیت بالا خیلی آدم‌تر به نظر میان. در حقیقت ممکنه به یک آدم هم وصل باشن که گهگاهی یک واکنش واقعی هم بروز میده. واقعیت اینه که یه بازار هم برای این حسابای جعلی وجود داره. پس میرید و 1000 کاربر که به نظر خوب میان رو میخرین و اینا در عرض 2 ماه 5 تا 5 تا یا 10 تا 10 تا میپیوندن به شناسه شما. و 3 هفته قبل از فصل کارزار انتخاباتی شما یه گروه پر جنب و جوش خواهید داشت. کی اینا رو میچرخونه؟ سوال خوبیه و جز سوالای پژوهشی پروژه ماست. اشخاصی که بات‌های سیاسی رو طراحی می‌کنن برای گروه‌های کارزار سیاسی کار می‌کنن که نامزد انتخابات استخدامشون می‌کنه. استخدام کردن کسی که بات‌هایی رو برنامه نویسی کنه که پیاماتون رو تقویت کنن این روزا در کارزارهای سیاسی کشورهای دموکراتیک جا افتاده. ولی یک سری بات‌هایی هم هستند که هنوز کاری نکردند. این بات یه نمونه از بات‌هاییه که به تازگی کارش رو شروع کرده. داره 108 نفر رو دنبال می‌کنه ولی هنوز کسی دنبالش نمی‌کنه و ما گمان می‌کنیم فعلاً خودش رو به خواب زده اما آماده فعال شدنه. خیلی علمی تخیلیه و ترس من اینه که شبکه‌های بزرگی از این بات‌ها شب انتخابات فعال میشن. یه نفر این شبکه‌های بات رو فعال می‌کنه تا یا رأی رو زیاد کنه یا اطلاعات غلط انتشار بده. در دنیا به اندازه کافی شبکه بات وجود داره و ما استفاده از اونا رو در لحظات حساس سیاسی دیدیم و مطمئنم که نقش فعالی در تعاملات سیاسی در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا خواهند داشت. با وجود فریبکاری‌های بزرگی که ممکنه وجود داشته باشه، رسانه‌های اجتماعی به هر کدوممون یک صدا و یک کانال میدن تا از اون راه نارضایتی‌هامون رو اعلام کنیم. اینطور کارها مشارکت‌های کوچیکی هستن که قبلا به چشم نمی‌اومدن. قدیما کار سیاسی خود سخت‌تر بود. باید عضو حزب می‌شدین و به نشست‌های طولانی می‌رفتین و توی تالار سرد و نمور شهرداری می‌نشستین. اینکه حالا شما می‌تونین هر چند اندک در سیاست نقش داشته باشین، داره مردمی که قبلا درگیر سیاست نبودن رو به سوی خودش جلب می‌کنه. ما خیلی خوشبختیم که در زمانی زندگی می‌کنیم که میشه با یک کلیک کوچولو یا امضای یک پتیشن یا دادخواست آنلاین گاهی اوقات یک تحول اساسی ایجاد کرد. البته به شرطی که نامزدهای انتخاباتی و هدفمون رو درست انتخاب کنیم و هدف بگیریم و ازشون کمک بخوایم. در همین راستا سری زدیم به آمریکا و استارتاپ هایی که تلاش می‌کنن تا رای دهنده ها رو به نامزدها و نامزدها رو به پول پیوند بدن. I can think of nowhere that I would rather have this victory. کاهش ایمان به دولت مشهوده و کاهش اعتماد به روند قانونگذاری. یه عده خیلی کوچیک با پول خیلی زیاد اون چیزی رو که میخوام به دست میارن. بعضی ها معتقدن که سیستم دو حزبی که صدها میلیون خرجشه دیگه درست کار نمی کنه. بزرگترین اشکال کار سیاسی در آمریکا پوله. این روش که پولدارها و شرکت‌های بزرگ و از اونور اتحادیه‌ها عیناً مثل همونا نتیجه رو که از نظام سیاسی میخوان با پول میخرن، درست برعکس دموکراسی. استیو هیلتون، مشاور سابق دیوید کامرون، نخست وزیر پیشین بریتانیا، حالا در سان فرانسیسکو برای خودش مأموریتی در نظر گرفته که امور سیاسی آمریکا رو با یاری کراود فاندینگ یا کمک‌های همگانی برای مبارزات انتخابی از راه پولدارها جدا کنه. ما می‌خوایم قدرت رو از خودی‌ها و معامله‌گران و کسایی که به مدت طولانی همه چی رو در سیاست کنترل کردن بگیریم و قدرت رو در دست مردم بذاریم، همینطور که فناوری در خیلی جاهای دیگه این کارو کرده. این به طور بالقوه میتونه به افراد مستقل کمک کنه تا بدون عضویت در احزاب عمده برای انتخابات نامزد بشن. این مشکل خیلی ها رو از مشارکت منصرف میکنه، چون فکر میکنن که برای هزینه انتخابات باید با یه سری عقاید و سیاست ها که چندان دوستش ندارن موافقت کنن.
کرادپک افزون بر کمک به سیاستمدارانی که میخوان پشتیبان جلب کنن، میخواد به رای دهندگان کمک کنه تا نامزد درستی رو در انتخابات محلی کوچکتر پیدا کنند. اونها صدها میلیون اطلاعات عمومی از انتخابات آمریکا رو که برمیگردن به سال 1980 جمع کردند. ما میتونستیم همه اطلاعات رو بگیریم و تبدیلشون کنیم به یه عدد ساده عینی که یه جور امتیاز پایه عقیدتیه و نشون میده که کی بیشتر به جناح چپ متمایله و کی به راست. اونها صدها میلیون اطلاعات عمومی از انتخابات آمریکا رو که برمیگرده به سال 1980 جمع کردند. Facebook is the place in which people go and kind of interact. Facebook جایی که مردم میرن با هم معاشرت کنن و راجع به زندگی اجتماعیشون گپ بزنن و ارتباطات اجتماعی برقرار کنن. لینکدین هم معرف حرفه شماست. ولی در واقع هنوز بستری که به عنوان یه رای دهنده واردش بشین و با نظام سیاسی تعامل کنیم وجود نداره. در ژوئیه گذشته وقتی که نامزدهای ریاست جمهوری مشخص شدند، کاربرهای فیسبوک در آمریکا بیش از 1 میلیارد لایک، نظر یا همرسانی راجع به انتخابات داشتند. کاری که ما می‌خوایم بکنیم اینه که بفهمیم چگونه از فناوری‌های موجود که روی فضاهای دیگه هم اثر گذاشتن استفاده کنیم. حالا چه سایت دوستیابی باشن و چه شبکه‌های اجتماعی، تا با اون ابزارهای جدید بر روند سیاسی تأثیر بگذاریم. اگر فرض بگیریم که همه اینها رفتار مردم واقعی بوده نه بات، اونایی که در رده سنی 25 تا 34 سال بودن از همه بیشتر سر و صدا کردند. بریگید میخواد جایی باشه که شهروندان بعد از انتخابات میرن اونجا تا مسئولان رو فارغ از تأثیری که پول ثروتمندان میتونه روشون بذاره به کنش وادار کنند. از سوی دیگه جای خوبیه برای سیاستمداران که با گروه‌های بانفوذ و موکلینشون قاطی بشن و برای بردن انتخابات تنها به صندوق رأی اکتفا نکنند. به نظر من شاید غیر عملی باشه که بشه پول رو از سیاست جدا کرد. ولی این خیلی مهمه که اصل هر نفر یک رأی شکل غالب در سیستم سیاسی باشه و نمایندگان باید به موکلین حساب پس بدن. هدف هر دوی این استارتاپ های سیلیکون ولی اینه که آمریکایی ها رو از طریق دیدگاه های مردمی با سیستم سیاسیشون مرتبط کنند و با ایجاد شفافیت بیشتر اونا رو وادار کنند تا اهمیت بیشتری به سیاست بدند. سن رای دهندگان در آمریکا داره کمتر میشه، ولی آمار نشون میده که جوان ها به شرکت در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا تمایل کمتری پیدا کردند. به گزارش اداره آمار ایالات متحده، مشارکت جوانان در انتخابات ریاست جمهوری 2012 7% از انتخابات سال 2008 کمتر بوده. فکر کنم هرچه دموکراسی و کشور ما بزرگتر و پیچیده تر و زندگی مردم مشغول تر میشه، برای مردم سخته که به پروسه سیاسی متصل بمونن. بنابراین اگه قراره که اعتماد مردم رو دوباره به دست بیاریم، باید یه راهی برای آسون کردن این موضوع پیدا کنیم. و این کار بزرگیه، اما نتیجهش میشه یک حوزه انتخاباتی درگیرتر که در پروسه‌ای که به دموکراسی شباهت بیشتری داره شرکت میکنه. این هفته شرکت هواپیمایی ویرجین آمریکا سعی کرد تجربه کابین درجه یکش رو به یه جفت کفش ورزشی های تک تعمیم بده. از این کفش نشندان جدی با چرم ایتالیایی، نورپردازی بر اساس حال و هوا، وای فای، شارژر تلفن و البته یه نمایشگر، فقط یه جفت درست شده که میتونین اونو در حراجی ایبی بخرید. یه شرکت آمریکایی این هفته گهواره‌ای به اسم سنو عرضه کرده که با فشار دادن یه دکمه بچه‌ها رو می‌خوابونه. سنو شامل یه جلیقه الکترونیکیه که پشت بچه رو نگه می‌داره و ضمن تکون دادنش با پخش صدایی شبیه صدای شکم مادر سعی می‌کنه مانع گریه بچه بشه. این هفته همینطور نینتندو کنسول جدیدش سویچ رو معرفی کرد. این کنسول قابل حمله و با وصل کردن به تلویزیون میشه روی نمایشگر بزرگ هم باهاش بازی کرد. سویچ مارس 2017 به بازار میاد. و در آخر کمربندهاتون رو ببندین و برای پرواز آماده شین. به جای ماشین‌های خودران با هواپیماهای خودران چطورین؟
الیاس پروژه‌ای از وزارت دفاع آمریکاست که در یک پرواز آزمایشی به لطف یک بازوی روبوتیک سرعت و جهت پرواز یک هواپیمای سسنا رو کنترل کرده. هدف از این پروژه افزایش امکانات سیستم خودکار خلبانی هواپیماست. این سیستم از طریق یک تبلت کنترل میشه. محققین پروژه امیدوارن با این کار خلبان بتونه برای برنامه‌ریزی زمان داشته باشه یا حداقل فکر شام شبش باشه. خب حالا بریم سراغ ترفندهای جدید در استفاده از خدمات موبایل. ترفندهایی مثل استفاده از شماره‌های جعلی در اپلیکیشن هایی مثل تیندر، رومینگ مجانی و رفتن به حالت مخفی برای ارتباطات محرمانه. Chrissy. Finally picked up. I've only rang you like 100 times today. Just stop calling me. Erase my contact. We can still be together. No. Hello? اونجور که این آقا میگه کنترل اینکه چه کسی شماره‌تون رو داشته باشه یه راه آسون داره و یک راه سخت، مثل اینی که دیدید. شماره تلفنمون و شماره گوشیمون از خصوصی ترین چیزاییه که ما داریم. وقتی کسی نمیخواد شماره‌ش رو بده میگه ایمیلمو بهتون میدم، تو فیسبوک به هم وصل بشین و از این قبیل چیزا. ولی شماره تلفن یه چیزیه که به شدت خصوصیه. تیگ سابقا یک بدلکار بوده، دو بار در سطح جهان قهرمان اسکیت شده و طبیعتاً همه جا طرفدار داره. ولی الان در قالب رئیس یک شرکت مخابراتی در حال باز تعریف خودشه. شرکتی که یکی از چندین شرکت تازه تأسیسیه که هدفشون ایجاد تحولی اساسی در فضای موبایله. خدماتی که اون تحت عنوان آن آف ارائه میده با دادن امکانات کنترل بیشتر به کاربران در حال تغییر ضوابط در فرانسه و بریتانیا است. ما چیزی شبیه به یک سیستم عامل مجازی ارائه می‌کنیم که امکان میده چندین شماره تلفن داشته باشین. ولی قضیه فقط این نیست. مثلا میتونین یه پیامک رو با تأخیر زمانی ارسال کنین. میتونین تماس تلفنی رو بزنین روی پیامگیر ولی پیامک رو باز بذارین. چنین کاری رو شما با هیچ گوشی دیگه‌ای نمیتونین بکنین. این خدمات انعطاف‌پذیری زیادی رو در اختیارتون می‌ذاره تا مثلا یه شماره واسه کارتون باشه یا شماره واسه رفقا یا هر چیز دیگه. کاربران میتونن برن تو فاز مخفی کاری و شمارهشون رو از چشم بقیه پنهان کنن، یعنی که شمارهشون رو به شکل شماره تلفن کشوری که داخلش هستند در بیارن. استفاده از اپ‌های مختلف برای تماس تلفنی در اینترنت چیز تازه‌ای نیست. منتها نکته‌شون اینه که هر دو طرف باید اون اپ و یک بسته دیتای خوب داشته باشن. روش کار آن آف متفاوته. به این صورته که علاوه بر دیتا از شبکه GSM هم برای اتصال به گوشی استفاده میکنه. بنابراین میتونید پیامک بفرستید، پوشش آنتن گسترده تری داشته باشید و فقط یک نفر لازمه که اپ رو داشته باشه، حتی اگه گیرنده باشه. حسن دیگه این پیام رسانهای جدید اینه که میشه باهاشون ارزون و چه بسا رایگان تماس تلفنی گرفت.
خب البته ممکنه بگید که من هنوز هم بایستی پول قرارداد سیم کارتم رو بدم تا به شبکه متصل بمونم و از این خدمات استفاده کنم. خب راستش نه الزاماً. به عنوان مثال فریدام پاپ یک سیم کارت رایگان میده با تماس تلفنی و دیتای رایگان و به تازگی هم امکان استفاده نامحدود از واتساپ رو میده. در حال حاضر فریدام پاپ یه سرویس ابتدایی رایگان ارائه میده. تلاش ما بر اینه که بتونیم حداقل دقیقه و دیتای خدمات مجانی رو دو برابر کنیم و این روال رو ادامه بدیم. در نهایت میخوایم به نقطه‌ای برسیم که در اون تماس و پیامک و داده مستقل از شبکه سراسریه. در لندن یوسویچ به مشترکان و متقاضیان موبایل کمک میکنه تا با بهترین قرارداد ممکن ترابرد پذیری کنند، یعنی شمارهشون رو از یک شبکه تلفن همراه به شبکه دیگه منتقل کنند. این سایت هشدار میده که به فرض فلان خدمات خاص ممکنه برای همه موجود نباشه. خیلی از خدماتی که معمولا از یک شبکه موبایل متعارف انتظار دارید رایگان نیستن. چیزایی مثل داشتن پیامگیر صوتی یا اینکه بتونین حجم داده استفاده نشده این ماهتون رو به ماه بعدی منتقل کنین یا حتی اینکه در صورت عبور از حجم تعیین شدهتون پیام و هشدار بگیرید. ارائه و انجام بعضی از اون خدمات مستلزم پرداخت یه مقدار مبلغ اضافه است و اپ‌های مثل آناف میتونن بخشی از اون هزینه‌های اضافی باشن. شبکه‌های مخابراتی قدیمی دارن به چنین راه حل‌های جدید و کم هزینه واکنش نشون میدن. مثلا دویچه تلک داره اپ خودش به نام ایمر رو راه میندازه که امکان میده که مشترکانش چندین شماره تلفن داشته باشن و شبکه‌های دیگه هم که نمیخوان بیش از این صبر بکنن با آناف شریک شدن و تا آخر سال 2016 این سرویس به 40 کشور دیگه راه پیدا میکنه. ظاهراً همه میخوان تکلیفشون معلوم بشه و علاقه‌ای به بودن در وضعیت پادر هوا ندارن. یکی از کارهایی که تو چند سال اخیر حسابی گل کرده ضبط تصاویر ویدئویی از فعالیت‌های دیوانواره، از صخره‌نوردی گرفته تا چتر بازی، از سقوط آزاد گرفته تا بالا رفتن از کوه و کمر با دوچرخه و همه اینها به کمک دوربین‌های کوچیکی مثل گوپرو انجام میشه. شرکتی که اخیراً به کمی مشکل برخورد کرده بود. همکار ما ریچارد تیلور در آمریکا رفته سراغ این شرکت تا از تلاش این شرکت برای فتح دوباره بازار گزارش تهیه کنه. میگن دیر رسیدن بهتر از هرگز نرسیدنه. بالاخره انتظار طولانی ما برای پهپاد گوپرو به سر رسید. اولین پرشش به آسمون نشون میده به راحتی قابل حمله. اونم با یه طراحی ساده. گیمبالی هم بهش وصل میشه که تصویر رو تثبیت میکنه و از لرزش و کج شدنش جلوگیری میکنه و ضمناً اگر بخواین ازش جدا هم میشه. همینطور میتونین همه قطعات گوپرویی که تا به حال در بازار بوده رو باهاش استفاده کنین. خب حالا وقتشه که به این کوادکوپتر $1000 تکونی بدیم. مطمئناً کار کردن باهاش ساده است. حالت نیمه خودکارش کارو خیلی آسون کرده. حتی تازه کاری مثل من هم میتونه خلبانی کنه و تصاویر خوبی بگیره. و خب راستشو بخواین گوپرو یه همچین پیشرفتی لازم داشت. 2 سال پیش وقتی گوپرو سهامش رو به طور عمومی عرضه کرد با مجموعه دوربین‌های اکشن پیشرفتش کارش خیلی گرفته بود. ولی این روزا نه فقط در بازار دوربین بلکه در زمینه پهپادها هم رقابت خیلی شدیده و این باعث شد گوپرو دوران سختی رو بگذرونه. به طور خاص DJI شرکت پیشگام در زمینه پهپادها به زودی محصول دیگر رو میکنه که اونم حسابی جمع و جور و قابل حمله و در مقابل موانع جاخالی میده. چیزی که خیلی برای گوپرو و سهام متزلزلش خبر خوشایندی نیست. امروز خیلی هیجان داریم، اما سوالم اینه که با توجه به افتی که قیمت سهامتون داشته آیا نگران نیستین؟ باید باشین نه؟ آره ولی نه به خاطر سهام. پس فقط برای تولید و عرضه؟ آره چون ما خیلی درباره برنامه هامون شفاف عمل میکنیم. ما میخواییم ابزاری عرضه کنیم که آدم ها داستان زندگیشون رو با بقیه شریک شن. و این فقط با ساخت یک دوربین خوب محقق نمیشه، بلکه نرم افزارها و ابزار لازم دیگر رو هم باید بهشون بدیم تا بتونن این تصاویر رو تدوین کنن و به اشتراک بذارن. و به خاطر این وودمن و شرکاش دوربین هاشون رو هم ارتقا دادن و هیرو 5 بلک رو معرفی کردن که اولین مدل جدید گوپرو در 2 سال اخیره. از جمله مشخصاتش اینه که یه حسگر 4K بهتر داره و کاملا ضد آبه. با فرمانهای صوتی کنترل میشه، GPS، صدای استریو و تثبیت کننده الکترونیکی تصویر داره. و همینطور که میبینین، موقعی که من این دوچرخه رو میرونم داره خیلی خوب کار میکنه.
و حتی میشه مستقیم از روی دوربین تصاویر رو در کلاود آپلود کرد. یه خورده مثل یه گوشی هوشمند، نه؟ Smartphones capture fantastic quality content. گوشی‌های هوشمند محتوای عالی زیادی رو میتونن ضبط کنن، ولی در حین فعالیت خیلی سخت میشه ازشون استفاده کرد، مخصوصا اگه در حرکت باشید. این واسه اینه که روی فعالیتتون تمرکز داشته باشید، نه برای اینکه من از تو فیلم بگیرم و تو از من. مثلا این گوشی من شکسته چون موقع فیلم برداری از دستم افتاد و شکست. باید از گوپرو استفاده میکردی. آره، گوپرو برای اینه که در حال تجربه زنده از خودت فیلم بگیری. ولی یه گوشی هوشمند مانعی بین شما و چیزیه که دارین باهاش حال میکنین. و این مسئله یه که گوپرو میتونه برای مردم حل کنه. فرصت خوبیه برای ما. ولی آیا این فرصت اونقدر عالی هست که سهام گوپرو رو دوباره به اوج برگردونه؟ به هر حال یه چیز مشخصه. هیچی بهتر از یه مدل جدید هیرو نیست. با کمی اقبال خوب، ترکیب این دوتا خیال آدم راحت میکنه که سرنوشتش تو مشتشه. به پایان برنامه هفته کلیک رسیدیم. تکرار این برنامه رو تو وبسایت ما ببینید به نشونی bbcpersian.com/click. با ما در تماس باشید از راه ایمیل persianclick@bbc.co.uk، از راه توییتر با شناسه @persianclick و از طریق صفحه فیسبوک ما که نشونیش هست facebook.com/persianclick. ممنون از همراهیتون. تا برنامه بعد، بدرود و خدا نگهدار.